ستارخان گراچه داغی از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است که در 28 مهر ماه 1245 به دنیا آمد و در 25 آبان سال 1293 درگذشت. وی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز ایستاد. ستارخان سومین پسر حاج حسن گراداغی در 28 مهر 1245 خورشیدی در روستای سردارکندی در شهرستان ورزگان به دنیا آمد. وی در مقابل گشون عظیم محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذاشت. ستارخان مردم را ضد اردوی دولتی فرا خواند و خود رهبری آن را بر عهده گرفت و به همراه سایر مجاهدان و باقرخان یعنی سالار ملی مدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت تبریز به دست طرفداران محمد علی شاه بیفتد. اختلاف او با شاهان قاجار و اعتراض به ظلم و ستم آنان به زمان کودکیش برمیگشت. ستارخان سردار ملی فرزند حاج حسن گراچه داغی در منطقه ارسپاران به دنیا آمد. او سومین پسر حاج حسن بزاز بود که به شغل پارچه فروشی اشتغال داشت. سوابق زندگی او در دوران کودکی و نوجوانی تا درگیری های جنبش مشروطه چندان معلوم نیست. از اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از وی به دست آمده در میابیم که او با پدر خود در روستاهای اطراف ارسپاران به بزازی مشغول بود. او و دو برادر بزرگترش اسماعیل و گفار از کودکی علاقه وافری به تیراندازی و اسب سواری داشتند و در میان اسماعیل فرزند ارشد خانواده شب و روزش به اسب تازی و تیراندازی و نشست و برخاست با خوانین و بزرگان سپری می شد. همین سرکشی ها سبب شد تا سرانجام و در پی اعتراض به حاکم وقت دستگیر و محکوم به اعدام شود. گفته شده اسماعیل به ارتباط و پناه دادن به فردی به نام قاچاق فرهاد که از مخالفان و ناراضیان بود متهم است و به همین جرم کشته شد. این امر کینه‌ای در دل ستارخان ایجاد کرد که بعدها به تقویت روحیه مقاومتش در برابر قاجار کمک کرد. وقتی اسماعیل به دست نیروهای دولتی کشته شد، ستارخان به همراه خانواده خود به تبریز مهاجرت کرد. او در محله امیرخیز اقامت گزید و در زمره لوتیان تبریز قرار گرفت. البته لوتیان تبریز دو مذهب مرام داشتند که شیخیه و شریعه بودند و ستار در زمره لوتی‌های شیخیه بود. وی مدتی جز تفنگچیان سواران حاکم خراسان بود. از آنجا به عتبات عالیات عراق سفر کرد، پس از چندی به تبریز بازگشت و به مباشری املاک محمد تقی صراف مشغول شد. سپس به توصیه رضا قلی خان سرتیب وارد خدمت ژاندارمری شد و حفاظت راه مرند و خوی به او محول گردید. چندی بعد مورد توجه مظفرالدین میرزا قرار گرفت. ضمن دریافت لقب خان از تفنگداران ولیعهد در تبریز محسوب گردید. ستارخان بنابر عادت لوتیگری در دفاع از مظلومان در برابر حکومت در یکی از درگیری‌های خود با مامورین محمد علی میرزا در تبریز مورد تعقیب قرار گرفت. از شهر گریخت و مدتی به راهزنی عیاری مشغول شد، اما از ثروتمندان می گرفت به فقرا می داد. سپس با وساطت بزرگان و معتمدین محل به شهر بازگشت و دلالی اسب را پیشه خود کرد. او به درستی و امانتداری در تبریز شهرت داشت. به همین دلیل مالکان حفاظت از اموال خود را به او می سپردند. او هیچگاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن نداشت. اما هوش آمیخته به شجاعتش و مهارت در فنون جنگی و اعتقادات مذهبی و وطن دوستیش او را به سردار ملی تبدیل کرد. در روزهای پایانی اسفند 1288 ستارخان و باقرخان در رأس فدائیان مسلح خود
عازم تهران شدند و در روز 4 فروردین مورد استقبال دولت مشروطه‌خواه و مردم تهران قرار گرفتند. ولی پس از اندکی اختلافات با مجلس بالا گرفت. مشکل اصلی از جای شروع شد که مجلس شورای ملی برای جلوگیری از ادامه مبارزات طرحی را تصویب کرد که مورد پسند ستارخان نبود. بر پایه این طرح اسلحه از تمام مردم باید باز پس گرفته شد. مجاهدین که احساس خطر کرده بودند به باغ اتابک رفته و پشت ستارخان ایستادند. سردار اسد بختیاری یعنی فاتح تهران به ستارخان پیغام داد که به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی بپرهیزید. اما ستارخان و همرزمانش بنا به درایی از اطاعت از این دستور و تحویل سلاح‌های خیش سرباز زدند. چندی بعد که مجلس شورای ملی دستور خلع سلاح در سراسر کشور را صادر کرد، ستارخان و باقرخان از پذیرش مصوبه مجلس سرباز زدند و وزارت کشور ناچار شد اسلحه ها را به زور از دست آنها بگیرد. بعد از ظهر اول شعبان 1328 هجری قمری، قوای دولت مشروطه که جمعاً 3000 نفر می شدند به فرماندهی یبرم خان، یار قدیمی ستارخان در تبریز و رئیس نظمیه وقت، باغ اتابک را محاصره کردند و پس از چند بار پیغام هجوم نظامیان به باغ صورت گرفت و جنگ بین قوای دولتی و مجاهدین آغاز گشت. در این جنگ قوای دولتی از چند اراد توپ و 500 مسلسل 60 تیر استفاده کردند و به فاصله 4 ساعت 300 نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. ستارخان راه پشت بام را در پیش گرفت، اما در مسیر پله‌ها در یکی از راهروهای عمارت تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر به حرکت نبود. اندکی بعد قوای دولتی او را دستگیر کردند و به منزل سمسام السلطنه بردند و خود و اتباعش ناچار به خلع سلاح شدند. بعد از این وقایع ستارخان خانشین تهران شد. پزشکان حاضر برای مداوای پای او تمام تلاش خود را کردند. بر اثر اصابت گلوله هر دو استخوان ساق پا شکسته بود و زخم دچار عفونت بود. دو بار پزشکان معالج اقدام به عمل جراحی و تمیز کردن زخم نمودند و پس از مدتی شکستگی و زخم بهبودی نسبی پیدا کرد و با وجود کوتاهی پا می توانست با عصا راه برود. ستارخان که از دولت مشروطه کنار گذاشته مطرود و منزوی بود، پس از این واقعه نزدیک به 4 سال زندگی کرد. حتی مکاتباتی برای دفع اجنبی و اعلام آمادگی برای رفع اشکال و فجایع روسا در آذربایجان با دولت مرکزی حتی عین الدوله داشت که وقعی گزارده نشد. عاقبت ستارخان در تاریخ 25 آبان ماه 1293 هجری خورشیدی در تهران درگذشت.